ایستادگی در برابر برنامه موشک بالستیک ایران و نفوذ تهران در خاورمیانه موضوع مورد بحث رئیس جمهوری فرانسه در سفر او به ابوظبی نیز مطرح شده است. جزئیات بیشتر را نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در فرانسه شرح می‌دهد. در نخستین سفرش به خاورمیانه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به امارات رفته. کشوری که فرانسه در آن پایگاه نظامی دارد و عملیات هوایی جنگنده‌های فرانسوی برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق از این پایگاه انجام می‌شود. این سفر که با افتتاح موزه لوور ابوظبی به عنوان پلی میان تمدن‌ها و مذاهب آغاز شد، تنها جنبه فرهنگی نداشت. فرصتی بود تا رئیس جمهوری فرانسه بر حضور کشورش در منطقه و نقش این کشور در مبارزه با تروریسم تاکید کند. ما در رقه پیروز شدیم و من عمیقا معتقدم در هفته ها و ماه های آتی خواهیم توانست در منطقه عراق و سوریه به پیروزی کامل نظامی برسیم. به عقیده امانوئل مکرون که کشورش یکی از اهداف حملات تروریستی داعش است، این پیروزی ها به تنهایی برای ریشه‌کن کردن تهدیدهای جهادگرایان کافی نخواهد بود. در شرایطی که تنش ها در لبنان پس از استعفای غیرمنتظره سعد حریری بالا گرفته و حمله موشکی حوثی های یمن به ریاض نگرانی های زیادی را به وجود آورده، امانوئل مکرون نسبت به تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه هشدار داده است. او در گفتگو با روزنامه الاتحاد بار دیگر موضع فرانسه در برابر ایران را تکرار کرده. اینکه جایگزینی برای برجام وجود ندارد، اما فرانسه درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نفوذش در منطقه قاطعانه می‌ایستد. وزارت خارجه فرانسه هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که پاریس بحث مطرح شده از سوی آمریکا در خصوص نقض دوقطنامه شورای امنیت از سوی ایران را کاملا جدی می‌گیرد و از تهران می‌خواهد تا به همه تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد. همزمان رئیس جمهوری فرانسه از ایجاد یک جبهه جدید که به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر شده ابراز نگرانی کرده و گفته است امروز بیش از هر زمان دیگری به صلح در خاورمیانه و بازیگران مسئولیت پذیر در این منطقه نیاز داریم تا برای صلح و ثبات تلاش کنند. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.